سرخط خبرها: سیل در نورستان 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. اشرف غنی: هرگز تسلیم طرح‌های بربادی افغانستان نمی شویم. جنگ در 11 ولایت: 171 جنگجوی طالبان کشته شدند. پیش از 70 طالب مسلح به شمول 2 فرد کلیدی این گروه در جوزجان کشته و زخمی شدند. و همچنان بزرگترین فرماندهان گروه طالبان کشته شدند. با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفاً تا پایان این خبرهای مهم با ما باشید. سیل در نورستان 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. منابع محلی در نورستان در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کردند بر اثر جاری شدن سیل در ولسوالی کامدیش این ولایت پیش از 100 نفر کشته و یا زخمی شدند. با گفته منابع ده‌ها خانه مسکونی نیز تخریب شده است. زاهد فیضان معاون والی نورستان به خبرگزاری افق گفت که این سیلاب عصر روز چهارشنبه 6 آذر در منطقه ممدیش ولسوالی کامدیش این ولایت رخ داده است. معاون والی نورستان افزود که بر اثر این سیلاب پیش از 300 منزل مسکونی تخریب و صدها نفر بیجا شدند. او همچنین گفت حدود 150 تن در اثر سیلاب ناپدید شدند که از این میان اجساد 30 تن پیدا شده است. اسدالله نورستانی رئیس شورای ولایتی نورستان نیز گفته است که در این سیلاب 40 تن جان باخته و 150 تن دیگر ناپدید شدند. و گفته او در این حادثه 80 منزل مسکونی تخریب شده است. اشرف غنی: هرگز تسلیم طرح‌های بربادی افغانستان نمی شویم. اشرف غنی رئیس جمهوری می گوید که هرگز تسلیم طرح‌هایی که برای بربادی کشور باشد نخواهد شد. رئیس جمهوری پنجشنبه هفته سرطان در مراسم گرامیداش از روز ملی بیرق گفت که بیگانگان و شبکه ها می خواهند کشور را به میدان جنگ مبدل سازند، اما ما تسلیم این نخواهیم شد. آقای غنی خطاب به طالبان افزود: آیا به منافع ملی افغانستان متحد هستید یا به شبکه ها؟ آیا می خواهید تخم نفاق بپاشد و آبادی ها و بنیان های ملی ویران گردد؟ او در ادامه جنگ طالبان در افغانستان را نامشو خوان و افزود: کلمای جهان اسلام به ویژه در نشست اخیرشان در عربستان سعودی، کلمای پاکستان نیز حضور داشتند، تاکید کردند که جنگ افغانستان هیچ گونه مشروعیت اسلامی ندارد. رئیس جمهوری همچنان گفت: صدای ما صدای صلح است و تمام افغان ها به صلح اجماع دارند. صلح با عزت و پایدار که آینده همه در آن محفوظ باشد. آقای غنی همچنان گفت که مردم به زودی شاهد تغییرات خواهد بود. ما نیت، برنامه و پلان واضح برای تغییر داریم. نیت ما حفظ ارزش ها، آوردن صلح پایدار و ایجاد نظم در داخل کشور است. رئیس جمهوری در بخش دیگر از صحبت‌هایش پرچم کشور را نماد افتخار چند هزار ساله مردم این کشور و مثال بارز از عزم و اراده ملی خوان. دولت 7 آذر را به عنوان روز ملی پرچم کرده است. در این روز پرچم افغانستان در سراسر کشور به اعتزاز در می آید. جنگ در 11 ولایت: 171 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که طی 24 ساعت گذشته بر اثر حملات متقابل و درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در 11 ولایت 171 جنگجوی این گروه کشته شده است. در اعلامیه وزارت دفاع که پنجشنبه 7 آذر منتشر شده آمده است که در این مدت 143 عضو دیگر طالبان زخمی شدند. وزارت دفاع افزوده که این اعضای طالبان در ولایت های کنر، لوگر، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، جوزجان، فاریاب، هلمند، قندوز و کاپیسا کشته و زخمی شدند. به گفته این وزارت در این درگیری ها مقدار زیاد از اسلحه و مهمات طالبان به دست نیروهای دولتی افتاده است. همچنین در این مدت 13 ماین که از سوی طالبان در نقاط مختلف کشور جابجا شده بود نیز کشف و خونسا شده است. گروه طالبان در این زمینه چیزی نگفته است. روز گذشته وزارت دفاع ملی از تلفات سنگین طالبان در جریان درگیری با نیروهای امنیتی در چندین ولایت کشور خبر داده بود.
بیش از 70 طالب مسلح به شمول دو فرد کلیدی این گروه در جوز جان کشته و زخمی شدند. قول اردوی 209 شاهین از کشته و زخمی شدن پیش از 70 طالب مسلح به شمول دو فرمانده کلیدی این گروه در جوز جان خبر داد. با گزارش سپوتنیک قول اردوی 209 شاهین پنجشنبه 7 اسد با نشر خبری می گوید که روز گذشته چندین موقعیت گروه های طالبان را در قریجات مرغاب، تونکه، ایدمه، شکرک و غوره مسیر شهرهای جوزجان و سرپل طالبان ترورست ها هدف قرار دادند. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این حملات 37 طالب مسلح به شمول مولوی زرداد قماندان قطعه سرخ طالبان و ملا سردار یک تن از سرگروپان برجسته طالبان کشته شدند و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. قول اردوی 209 شاهین می گوید که همچنان در این عملیات 22 اراد موترسایکل و مقادیر سلاح‌ها و مهمات دشمن نیز تخریب و از بین برده شده است. همچنان سیهون 6400 قول اردوی میوند می گوید که نظامیان افغان روز گذشته طالبان را در ساحات سورگدر، بولان و قلعه مختار از مربوطات لشکرگاه ولایت هلمند هدف قرار دادند که در نتیجه 19 طالب مسلح کشته و 10 تن دیگر به شمول ملا عبدالاحد ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی سنگین و مسئول جنگ ساحه قلعه مختار زخمی شد. در این عملیات ها مخفیگاه ها، مواضع و سلاح های طالبان نابود شده است. همچنان سیهون 6400 مسئول مطبوعاتی قماندان امنی ولایت پکتیا می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی میرزا خان مشهور به صادق مسئول اکمالات طالبان را بازداشت کردند. همچنان سیهون 6400 نیروهای امنیتی و دفاعی شب گذشته در سایه قرپرچو مرکز ولایت تخار طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه یک تن از قماندانان برجسته این گروه به نام شیرعالم کشته شده است. همچنان سیهون فوری قماندان قطعه سرخ طالبان در ولایت کنر کشته شد. وزارت داخله می گوید که پلیس ملی در ولسوالی چپدره ولایت کنر حیات‌الله مشهور به پامیر قماندان قطعه سرخ طالبان را کشته و 5 تن دیگرشان را زخمی کرده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان.